مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک ما رو همراهی میکنن. خوش آمدین آقای محمدی. خامنه ای تقاضا کرده بود حداقل رابطه کشورهای اسلامی و عربی مدتی هم که شده با اسرائیل قطع بشه. حالا رئیس جمهوری اسرائیل دعوت میشه به اجلاس تغییرات اقلیمی در دبی. امیر قطر هم با ایشون دیدار میکنه و دیداری که حتی میگن تاریخیه. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ علی خامنه ای توسط بوخهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی به عنوان رهبر مسلمین جهان معرفی میشه. خب مردم ایران هم هزینه خاص خرجی های جمهوری اسلامی رو به نائبان جمهوری اسلامی در منطقه میپردازن، اما در میان غیر از 4 کشور یمن، سوریه، عراق و لبنان، در میان بقیه 50 کشور با اکثریت مسلمان این داستان خریدار چندانی نداره. اونها گوش نمیدن به حرفهای کسی که خودش رو رهبر مسلمین جهان میخوانه. روندی که از دوره ترامپ آغاز شده که روابط اسرائیل و میان کشورهای مسلمان در شمال افریقا و در منطقه غرب آسیا عادی سازی بشه، این روند متوقف نخواهد شد، چون عموم این کشورها موجودیت اسرائیل رو پذیرفتن. یک از در برابر مسئله فلسطین هم طرح دو دولت رو عموما قبول دارن و میخوان حرکت به اون سمت باشه. عربستان سعودی در واقع پیشتاز این داستان هست. این روند عادی سازی که در دوره ترامپ با 4 کشور آغاز شد در این دوره هم ادامه پیدا میکنه. این جنگ تنها یک در واقع وقفه در میان حرکت هایی که قبلا آغاز شده بوده و حرکت هایی که در جریان بوده یک وقفه به حساب میاد و این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، برخلاف نظرات رادیکالی که آقای خامنه ای میده، مثلا در باب اینکه اسلحه بفرستن کشورها به غزه یا اینکه روابطشون رو با اسرائیل قطع کنن یا اسرائیل رو تحریم کنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده. دولت های عربی به نظر من دو راهبرد دارن، دولت اکثر کشورهایی که اکثریت مسلمان دارن. یک راهبردشون در سطح بین الملل عادی سازی روابط با اسرائیل هست، اما در داخل معمولا از فلسطینی ها دفاع میکنن، حتی در مواردی با حماس هم سعی میکنن رابطه داشته باشن تا دل مردم خودشون رو که خب بسیاریشون طرفدار فلسطینی هستن اونها رو هم راضی کنن. این دوگانه رو جمهوری اسلامی در مواقعی گم میکنه، در مواقعی نمیفهمه که این حرکت دوگانه هست. آقای محمدی، این دیدارها میتونیم بگیم که نشون میده که اسرائیل اصلا در منطقه ایزوله نیست. این رو شما چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که واقعا اینطوره؟ حتما اینطور نیست. ببینید، اسرائیل با بسیاری از کشورهای منطقه روابط اقتصادی داره. نفت خودش رو از آذربایجان و بخشی دیگر از کشورهای آسیای میانه تأمین میکنه. روابط اقتصادی بسیار گسترده‌ای داره با ترکیه. ترکیه علارغم خطابه هایی که آقای اردوغان میخوانه و حمله میکنه به رهبران اسرائیل، هیچ وقت روابط تجاری و روابط اقتصادی خودش رو با ترکیه قطع نکرده یا کاهش نداده. حتی در دورهایی که جنگ میان اسرائیل و فلسطینی ها در جریان بوده، با کشورهای دیگر هم همینطور. از سال گذشته حدود 1 میلیون نفر اسرائیلی به امارات متحده عربی سفر کردند. این روابط روابطی است که پایدار میمونه، چون در واقع نتایج اقتصادی و دستاوردهای اقتصادی برای دو طرف داره. اینها قطع نخواهد شد و اینها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، چون دولت‌ها امروز به دنبال اکثر دولت‌ها، حتی دولت‌های استبدادی در منطقه که البته تمامیت‌خواه نیستن، استبدادی‌اند، دموکراتیک نیستن، به فکر رفاه مردم خودشون هستن و تلاش می‌کنن که این روابط تجاری، روابط میان ملت‌ها اینا ادامه داشته باشه، چون به نفع دو طرف هست. دولت اسرائیل، اقتصاد اسرائیل اصولاً الان ایزوله نیست، در آینده هم ایزوله نخواهد شد، چون داستان حماس رو به یک طریقی اسرائیل به پایان میرسونه و روابط هم اگر در یک با یه تنش‌های کوچیکی در یه دوره‌های همراه هست، اون روابط به اثر جای خودش برخواهد گشت. ممنون از شما مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، ما رو همراهی کردید.